من امروز قرار نیست جواب سوال شما رو بدم. چه سوالی؟ سوالایی مثل این که آیا زبان آلمانی سخت هست یا نه؟ چقدر باید زبان آلمانی بدونی تا بتونی بیای آلمان؟ بدون زبان آلمانی میتونی اینجا کار پیدا کنی یا اصلا میتونی اصلا اینجا زندگی کنی یا نه؟ درست شنیدید. قرار نیست من جواب این سوالا رو بدم. به خاطر اینکه قرار ایرانیایی که توی آلمان زندگی میکنن تک تک این سوالا رو جواب بدن. سلام دوستان، من سیاوش قنبری ام و اگه این اولین ویدئویی هست که از من دارید میبینید، باید بهتون بگم من شغلم برنامه‌نویسیه. الان توی آلمان مشغول به فعالیتم و هر از گاهی برای شما ویدئویی در رابطه با سفرهای خودم، تجربیات زندگی خودم میسازم و این قراره یک ویدئوی متفاوت برای شما باشه. حالا قبل از اینکه بگم چرا متفاوت، اگه تا الان سابسکرایب نکردی تو کانال من، میتونی سابسکرایب کنی، با این کار از من حمایت می‌کنی و بریم سراغ اینکه چرا این ویدئو متفاوته. دلیلش هم اینه که توی این ویدئو قرار نیست که من فقط صحبت کنم و کسایی هستن که میان این کارو انجام میدن. چند وقت پیش من یه ویدئویی ساخته بودم، لینکشو میذارم اینجا براتون، در رابطه با مشکلات زندگی تو آلمان و یکی از اون مشکلات زبون آلمانی بوده. خیلی هم برای من نوشتید تو کامنت ها، ازم سوال پرسیدید که آیا میشه بدون زبون آلمانی جو کار پیدا کرد یا نه. من ترجیح دادم به جای اینکه خودم این جوابو به شما بدم، برم و از آدمایی که الان دارن توی آلمان زندگی میکنن بپرسم. پس تصمیم گرفتم که یه جامعه آماری کوچیک درست کنم، 5 تا سوال مهم رو ازشون بپرسم و در ادامه بیاین جوابهایی که این آدما دادن رو تحلیل کنیم تا بتونیم یک اطلاعات خوب و شفاف برای شما آماده کنید که اگه خواستید روزی مهاجرت کنید یا اگه می‌خواید در رابطه با آلمان بیشتر بدونید، تصمیم درست‌تری بتونید بگیرید. خب بریم سراغ سوال اول. آیا زبان آلمانی زبان سختیه یا زبان راحتیه؟ نه خیلی. بله خیلی زیاد. اولش یه ذره سخت به نظر میاد، ولی وقتی که خودتو درگیر بکنی زبان آسونی میشه، هرچی پیش بری بیشتر یاد میگیری. اینطوری میتونم بگم که زبان آلمانی زبان آسونی نیست، ولی با تمرین روزانه، پادکست آلمانی گوش کردن یا فیلم آلمانی دیدن، هر روز میتونید چیز جدید آلمانی یاد بگیرید و زبانتون رو تقویت کنید. در مقایسه با زبان انگلیسی بله سخته. زبان آلمانی زبان سختیه و مسلط شدن توش یه مقدار زمان بره. آلمانی بله زبان سختیه. البته زبانهای دیگه هست که از زبان آلمانی سخت‌تره به نظر من، و اگر شما یک زبانی رو بلد باشید و یاد گرفته باشید، آلمانی اونقدر هم سخت نیست. پس اگه دارید چیکار می‌خواید باهاش بکنین، حرف بزنین یا برین تو اداره بشینین نامه‌ای اداره بنویسین که اون واسه خود آلمانی هم سخته، ولی اگه حرف معمولی بزنین نه، به نظر من حتما بعد از این مدتی میتونی یاد بگیرین. یکم استعداد می‌خواد، یکم علاقه می‌خواد، یعنی یکم به هدفتون بستگی داره که مثلا می‌خواید کار بکنین. بله زبان آلمانی زبان سختیه، ولی با تلاش روزانه، مطالعه روزانه و صحبت کردن میشه این سختی رو کاور کرد. آره زبان آلمانی نسبت به یه زبانی مثل زبان انگلیسی زبان سختی حساب میشه، اونم بیشتر به خاطر آرتیکل و اینجور داستانا، ولی کلا از لحاظ ساختاری هم یه مقدار زبان پیچیده‌ایه، ولی سخت‌ترین زبان دنیا نیست. خب جواب بچه‌ها رو گوش دادیم. جالبه که 8 نفر از 9 نفر گفتن این زبان سختیه. اما این سه نکته رو فراموش نکنید. تو حرفای بچه‌ها گفته شد که این زبون نیاز به علاقه مندی داره، یعنی شما باید علاقه نشون بدید تا اینو یاد بگیرید. دوم اینکه زمان بره، یعنی شما خیلی سریع نمیتونید زبون یاد بگیرید، باید براش وقت بذارید و در نهایت نیاز به تمرین و تکرار داره. خب حالا که فهمیدیم زبون آلمانی زبون نسبتاً سختیه، بریم سراغ سوال دوم. آیا بدون زبون آلمانی میشه توی آلمان کار پیدا کرد یا نه؟ آره بله اونم میشه، بستگی به کارتون داره، بستگی داره تو چه رشته ای تو چه زمینه ای کار کنید. توی محل کارمون کسانی هستن که زبان ترکی خیلی خوب بلدن و تعدادشون زیاده و افرادی که زبان آلمانی بلد نیستن ولی زبان ترکی بلدن رو استخدام میکنن. میشه کار پیدا کرد، ولی تو شهرهای بزرگتر، تو شهرهای کوچکتر خب یکم سخت میشه بدون زبان آلمانی، و اگه زبان آلمانی یاد داشته باشید وقتی وارد آلمان میشید شانستون برای پیدا کردن کار خیلی 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 بیشتر میشه. کار نیم وقتی میشه پیدا کنه، ولی کار تمام وقت نیستش به زبان آلمانی داره. آره توی آلمان میشه بدون زبان آلمانی کار پیدا کرد، ولی مثلا یه سری رشته ها مثل رشته های IT یا رشته هایی که ماهیتاً با زبان انگلیسی خیلی سر و کار دارن رو میشه با زبان انگلیسی پیدا کرد. آره میشه کار پیدا کرد، به شرطی که شما توی اون پوزیشنی که اپلای میکنید، اون کاری که میخواید پیدا کنید، متخصص باشید، کارو بلد باشید و شهر درستی اپلای کنید. بستگی داره، ولی به طور کلی نه.
بستگی به رشته داره، معمولا نمیشه. بستگی به رشته و شغلی که میخوای داره و امکانش هست، ولی برای بعضی شغلا راحت تر کار پیدا کردن، برای بعضی شغلا یکمی سخت تر. خب خیلی جالب بود که 7 نفر از 9 نفر گفتن بله میشه، اما 6 نفرشون گفتن این بستگی به رشته شما و شهری که شما میخواید اونجا فعالیت کنید داره. و اینکه مسئله برای شما بازتر کنیم، میخوام من از دوستان بپرسم که الان کاری که شما دارید انجام میدید بر مبنای چه زبونیه؟ آلمانی یا انگلیسی؟ انگلیسی. کار فعلی من چون ریسرچ اسیستنت دانشگاه هستم، هم با زبان انگلیسیه هم با زبان آلمانی. کار فعلی من با زبان آلمانیه. کار من هم با زبان انگلیسی است هم با زبان آلمانی. کار فعلی من به چه زبانی؟ به زبان آلمانی. کاری که الان میکنم هم به زبان آلمانیه و هم به زبان انگلیسی. میتونه انگلیسی باشه ولی اکثرا آلمانی هم میخوان. کار من در حال حاضر به زبان آلمانیه. من توی محل کارم به زبان آلمانی صحبت میکنم، به زبان آلمانی ایمیل میزنم، ایمیل میگیرم و با همکارم آلمانی صحبت میکنم. کار فعلی من با زبان انگلیسی هست ولی کار قبلی با زبان آلمانی بود، ولی امکانش هست که با زبان انگلیسی هم کار کنم. بله، 8 نفر از 9 نفر از زبان آلمانی توی کارشون استفاده میکنن و 6 نفر از زبان انگلیسی و 5 نفر از هر دو زبان. این یعنی زبان آلمانی بسیار مهمه. اگه دقت کرده باشید فقط 1 نفر از اون افراد از زبان انگلیسی، تنها از زبان انگلیسی استفاده میکرد. پس اگه شما زبان آلمانی رو خیلی خوب بدونید یا زبان آلمانی و انگلیسی رو با هم خوب بدونید، شانس خیلی زیادی دارید که اینجا کار پیدا کنید. اما اگه قرار فقط به زبان انگلیسی تون اکتفا کنید، شانستون کمی کمتر میشه. خب بریم سراغ سوال چهارم. قبل از اینکه شما بیاید آلمان چقدر زبان آلمانی رو بلد بودید؟ یعنی چقدر معلومات زبان آلمانی کمک میکنه تا یه فردی مهاجرت کنه به آلمان؟ هیچ. نه بلد نبودم. آره من زبان آلمانی بلد بودم، C1 داشتم یا همون C1، و زبان انگلیسی هم آیلتس 7 داشتم. قبل از اینکه به آلمان بیام من اصلا زبان آلمانی بلد نبودم، خیر بلد نبودم. و فقط بعدم دادم میگم یس نو، اونم که آلمانی نبود تازه. بعدم میگفتن یس نو هم نگو چون انگلیسیه. اینجوری شد که انگلیسیمون هم از زبان گرفتم. قبل از مهاجرت هم در سطح A1. بله در حد A2 بلد بودم و اینجا دارم ادامه میدم. من در حد آشنایی با زبان آلمانی تا A1 بیشتر بلد نبودم، ولی در واقع اصل و اصولش رو اینجا یاد گرفتم. یه مقدار تو اینترنت یاد گرفتم، خیلی خوبه، یعنی میشه تو اینترنت هم یاد گرفت، ولی اصل و پایش رو اومدم اینجا رفتم کلاس. من A1 و A2 رو ایران خوندم. بله من تو مدرک B1 رو گرفته بودم توی ایران و بعد از اون اومدم اینجا تستافم رو گرفتم. همونطور که مشاهده کردید 7 نفر گفتن که یا زبان آلمانی بلد نبودن یا در سطح A1 و A2 بلد بودن و 1 نفر گفت که در حد C1 و 1 نفر هم B1. این یعنی که شما حتی اگه زبان آلمانی رو کاملا مسلط هم نباشید بازم میتونید مهاجرت کنید به آلمان. اما آیا میتونید زندگی کنید اینجا؟ برای جواب این سوال بریم سراغ سوال آخر که آیا بدون زبان آلمانی میشه اینجا زندگی کرد؟ یکم سخته. بله میشه زندگی کرد. بدون زبان آلمانی میشه زندگی کرد در آلمان، ولی شما نمیتونید با اکثریت آدم ها در ارتباط باشید و این بعد از یه مدت حس خیلی خوبی بهتون نمیده. بدون زبان آلمانی هم میشه توی آلمان زندگی کرد، ولی یه سری از شهرها مثل برلین خب راحت تره، یه سری از شهرهای دیگه ممکنه کوچیک‌تر باشن، جمعیت انگلیسی زبانشون کمتر باشن، یه ذره کار سخت‌تره. این هم از اون سوالایی که بستگی داره. مثلا شما توی شهری مثل برلین میتونید زندگی کنید چون اکثر آدم‌ها انگلیسی بلدن، ولی شهرهای دیگه من شنیدم که اینجوری نیست. شدن میشه ولی توی شهرهای بزرگتر مثل برلین یا مونیخ، ولی من پیشنهاد میکنم که حتما زبان آلمانی یاد بگیرید چون برای انجام کارهای روزمرتون به دونستن زبان آلمانی خیلی نیاز دارید. بله قطعا میشه. الان ما ترک‌ها رو داریم که 30 سال هم آلمان زندگی میکنن هنوز زبان آلمانی بلد نیستن. به همین سادگی. بس ناامید نشید. بله من فکر میکنم امکانش هست، ولی خیلی بهتره که بتونی توی مکالمه روزانه‌ات از زبان آلمانی استفاده کنی، چون به هر حال با یه قشری در ارتباطی که بعضیشون زبان انگلیسی رو نمیدونن. بدون آلمانی به نظر من میشه توی آلمان زندگی کرد. خیلی از کسایی که ترکن از ترکیه اومدن چندین سال پیش، حتی محله هایی هست که مثلا توی مانهایم یا یه سری شهرهای دیگه که خیلی ترک زبان هستن، خیلی از محسنناشون اصلا آلمانی بلد نیستن. مادر بزرگا و پدر بزرگای پیری که انگار ترکی از قشن خیابون. ولی برای ما یا برای کسی که جوانتر هستن و برای کار و مهاجرت در واقع میخوان الان اقدام بکنن، بدون زبان آلمانی نمیشه.
به خاطر اینکه شما تو محل کارتون، تو خرید کردن، تو هزار تا کار اداری دارین، بعد به زبان آلمانی بلد باشید صحبت بکنید. و آلمانیا نه که نجات پرست باشن که نخوان صحبت بکنن، دیگه شما وقتی اون لحظه که یه کار اداری دارین میخواین سریع اون کار انجام بدین، یا ممکنه که طرف حوصله نداشته باشه و یا اینکه خیلی هم به زبان آلمانی به زبان انگلیسی مسلط نباشه، شما نمیتونید به زبان انگلیسی حتما مطمئن باشید که میتونید همه کاراتون رو انجام بدید. به نظر من بدون زبان آلمانی نمیشه تو آلمان زندگی کرد. خب 7 نفر از 9 نفر گفتند بله میشه زندگی کرد، اما این رو هم گفتن که بستگی به شهر مد نظر شما داره و شما در طولانی مدت امکان داره که اذیت بشید، مخصوصا تو کارهای روزمره. و در نهایت به این نکته اشاره کردن که اگه شما زبان ترکی رو بلد باشید، شاید بتونه به شما کمی کمک کنه. منظور از زبان ترکی، زبان ترکی استانبولی، منظورم زبان کشور ترکیه هست. به این دلیل که جمعیت بسیار زیادی از ترک‌ها الان دارن توی آلمان زندگی میکنن. خب دوستان، ویدیو تموم نشده، اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه مسائل، اگه تا الان سابسکرایب نکردی الان وقتشه دیگه، سابسکرایب کن، زنگوله بغلش رو هم بزن تا ویدیو بعدی رو از دست ندی. اگه لایک کنی ویدیو رو از من حمایت کردی، غیر از اون میتونی شیرش کنی تا کسایی که نیاز دارن این ویدیو رو ببینن بهشون کمک کنی. حالا قبل از اینکه ویدیو رو ببندیم، من میخوام به شما توضیح بدم که آیا میشه به این آمار اطمینان کرد؟ آیا میشه گفت این یک جامعه آماری خوب بوده یا نه؟ شاید از من بپرسید که این افراد همشون از یه شهر بودن یا همشون یک شرایط مشابه به همو داشتن یا نه. خب اگه قرار باشه همشون مثلا از شهر برلین باشن یا همشون دانشجو باشن، قطعا اطلاعات خوبی به شما داده نمیشه. اما من میخوام یک کم اینو بر شما تا جایی که حریم شخصی این افراد رعایت بشه باز کنم تا شما دید بهتری داشته باشید. از این 9 نفر 3 نفر دانشجو بودن و از این 3 نفر 2 نفر فاند گرفته بودن و کمک هزینه تحصیلی داشتن و یه نفر به صورت نیمه وقت فعالیت میکرد. 5 نفر شاغل به صورت تمام وقت بودن و یک نفر هم در جستجوی کار بوده، یعنی شغل نداشته. افرادی که توی این ویدیو بودن از شهرهای برلین، دوسلدورف، هامبورگ، هانوفر، لندکرایز کنستانت، اگه تلفظش رو درست گفته باشم، و ولفسبورگ انتخاب شدن. پس شما میبینید که تقریبا ما اکثر جاهای آلمان رو پوشش دادیم. بله، خب میشه گفت مش نمونه خرواره و میشه به عنوان یک جامعه آماری کوچیک روی این جواب‌ها حساب وا کرد. اگه شمایی که الان توی آلمانی این ویدیو رو دیدی، لطفاً جواب این 5 تا سوال رو برای من توی بخش کامنت‌ها بنویس. با این کار میتونی به هموطنات کمک کنی اطلاعات دقیق تری رو کسب کنن. به هر حال من تمام شهرها رو که پوشش ندادم و جامعه آماریمون هم یک جامعه آماری 9 نفره بوده. با این کار میتونی به این دوستان کمک کنی. و اگه شمایی که تو ایرانی این ویدیو رو دیدی و سوالی مونده که هنوز پاسخش رو دریافت نکردی، حتما سوال تو توی بخش کامنت‌ها بنویس. شاید کسی باشه که جواب سوال شما رو بده، یا اینکه ما از سوال شما استفاده کنیم برای ساختن ویدیوهای بعدی. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید و موفق باشید و خدا نگهدار.